дуруд бар шумо тоҳири сафар ҳастам бо ахбори имрӯз паншанбе ҳд феврал додгоҳи вилояти хатлон 1сездаҳ сокин ин вилоятро барои барафроштани парчами гурӯҳи ифротгарои давлати исломӣ дар шаҳри норак ба солҳои тӯлонӣ зиндон маҳкум кард زیمی الونی حکومت دارد گفت در روزی هفتم فورال تدرس گفت که همه این 13 ساکنی شهر نوراق به افراد و دعوت به سرنگون کردن حکومتی قانونی کنکورد شدند و باید از ده تا به هدف سال عمر خود را در زندان سپری کنند. در کبری چشم آغاز کرد در نزدیکی فرهنگی شهر نوراق و در نزدیک اداره خانواده و منزلی شهر نورک و ترمینال مسافر کشمونی که جوی سر ادامه سینزده ساکین شهر نورک را ماه اوگوستی سال 2015 برای همکاری با گروه دولت اسلامی دستگیر کردند. وزارت امور داخلی گفت این افراد توسط اینترنت با گروه دولت اسلامی صداقت یاد کردند و پرچم سیای آن را در چهار محل در شهر نورک барафрохтанд мақомоти тоҷикистон мегӯянд то кунун тақрибан 1азор шаҳрванди тоҷикистон ба ироқу сурия рафта ба сафи гурӯҳҳои тундраву террористӣ ба мисли гурӯҳи давлати исломӣ пайвастанд бино ба гузоришҳо мумкин аст додгоҳи туркия то охири ҳамин моҳ ҳукми сулаймон қаюмов шаҳрванди тоҷикистонро эълон кунад ки ӯро ба қатли умаралӣ қувватов раҳбари гурӯҳи мухолифи давлат ба номи гурӯҳи 2счҳор муттаҳам мекунанд منابع آگاه از پرونده قتل عمر علی روزی روز 17 فورال به رادیو آزادی گفتند دادگاه شهر استانبول روزی 16 فورال دو شاهد اساسی مرگ قوتوف را بازپرسی کرد و گفت که ممکن است روزی 26 فورال حکم را اعلام کند عمر علی شبیه شب 5 مارس سال 2015 بعد ترک منزل زیستی سلیمان قیم در شهر استانبول با ضرب یک تیر تفنگچه کشته شد دادگاه عالی روسیه حکم زندان یک افرادگرای روس را که به قتل بیرحمانه سلایدی نزیز و یک جوان تاجیک متهم شود به تغییر گذاشت. دادگاه روزی 17 فورال اعلان کرد که حکم زندان ایلیا گرچف که به قتل کمش ده نفر گناهکار دانسته شده است عادلانه است و او باید تمام عمرش را پس پنجره سپری کند. ایلیا گراچف رهبری سازمان جنگی ملتگران روس را دادگاه شهر مسکو سال 2015 به زندان یکمری محکوم کرد. اعضای گروه مذکور از روی ادوات و نفرت به ملت های غیری از جمله سلایدین عزیزف جوان 20 ساله از ناحیه شهر توس را ماهی دکبر سال 2008 دستگیر کردند و سرش را از تن جدا کردند و برای وحشت انداختن به سازمان های حامی حقوق درباره مرگ سلایدین نامفرست فرستادند. یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است بیشتری ساکنان کشور نگینه امان قلو و آوازخان شناخته را محبوب ترین آوازخان در تاجیکستان می دانند. بر اساس نظرسنجی زد انالیتیکس گروپ که نتیجه آن را روز 18 فورال نشر کردن زیاودین نورزاد با ترانه های غمنگیزش دومین آوازخانی محبوبی تاجکستان نام برده شده است سیپس صدر دین نجمی دین شدی و نازی کرامتولا در مقام سوم آمدند این زمان نظرسنجی نشان داده است که مردم تاجکستان بیشتر از همه تامهای های دیگر پلو را می و سیپس شوربا را که غذای معمولی اکثریت خانواده ها در کشور است و جزیات این خبر و اخبار بیشتر در وبسایت آزادی در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه